ببینید الان اگه مثل من از خیابان‌های پاریس رد بشید یا مثل خیلی از دوستان دیگه ما از کشورهای دیگه رد بشید، می‌بینید که جوان‌های دنیا خیلی چیز زیادی نمی‌خوان، واقعاً می‌خوان که آزاد باشن، تو خیابون دلشون خود را بره، کسی مزاحمشون نشن، رشته تحصیلشون رو بخونن، اگر با همسرشون یا با دوستشون دارن راه میرن کسی جلوشون رو نگیره، برای کوچکترین مسائل زندگیشون تعیین تکلیف نکنن، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته و زندگی جوانانه زندگی آزاده و هیچ فسادی چیزی هم اینجوری که روحانیون یا بهتر بگم حاکمان ایران تبلیغ میکنن وجود نداره. خب جوانان ایران اینو میبینند در چیز، ضمن اینکه ما یه سابقه تاریخی هم داریم که جوانان ما به هر حال از انقلاب مشروطیت تا حالا رو خب میبینن، همه این چیزا رو مطالعه میکنن، الان جهان آزاد، جهان اینترنت رو همینجوری میبینن و واقعا متوجه میشن که کمترین حق انسانیشون ازشون گرفته شده. واقعا دیگه کمترین حق اینه که بیان برای شما چهار نفر رو تعیین میکنن، شما علارغم این که اون نظام رو قبول ندارید ولی با توجه به اینکه میدونید از این منفذ میشه استفاده کرد و این واقعا تاکتیک بسیار زیباییه، میایید و رأی میدید و یکی از اون چهار نفر انتخاب میکنید و بعد میبینید حتی این حق انتخاب بین چهار نفر هم از شما میگیرن و از پیش همه چیز تعیین شده است و به محض اینم که اعتراض میکنید حق قانونیتون میخواد، اونم اعتراض به اون زیبایی که نویسنده روسی پروفسور روسی اون تظاهرات آرام و تهران رو که چند صد هزار نفر در سکوت حرکت کردن تعبیر کرده به سکوت مخوف، در اون سکوت حرکت میکنن، حتی حرف هم نمیزنن، شما اینو سرکوب میکنید با نیروهای ویژه، با خون، با آتش و جوانان ما رو ده ها نفر مثل ندا میکشید و خب معلومه جوان ایرانی حقش خودش رو میخواد. به نظر من تفاوت اوضاعی که در ایران امروز میگذره با انقلاب 30 سال پیش اینه که در انقلاب 30 سال پیش انقلاب ایدئولوژیک بود، همه به هر حال به شکلی دنبال یک ایدئولوژی بودن، الان نه، جوان ایرانی فرده، جوان ایرانی آزادی شخصی خودش رو میخواد، حداقل آزادی رو میخواد و واقعا این جوانان عزیز ما چقدر نجیبن، حداقل آزادی رو میخوان و خب با مخالفت و ممانعت رو میشه. کسانی اومدن میگن ما نماینده خدا هستیم و شما باید اونجوری که در ما میگیم زندگی کنید، اگر هم اونجوری که ما زندگی نکنید سرکوبتون میکنیم. خب تپیه که این جوان تا به حق خودش نرسه ادامه خواهد داد. اگر در دهه 60 با سرکوب گروه‌های سیاسی، با اون کودتایی که حالا شبیهش داره تکرار میشه، تونستن جامعه رو 10 سال متوقف کنن برای اینکه نیروهای اجتماعی در گروه‌ها متمرکز بودن بیشتر، الان نیروهای اجتماعی در فرد متمرکز هستن و این فرد اکثریت جامعه ایرانه، این فرد با جهان مدرن رو صحبت میکنه، این فرد خواست خودش رو میخواد و این جریان رو نمیشود گرفت، نمیشود کشت، نمیشود به زندان انداخت، آینده مال این فرده. حالا این آینده امروز، چند روز دیگه است، چند سال دیگه است، ولی آینده ایران مثل همه جهان مال این جووناست و این خواست آزادی که دارن. سخنان آقای خامنه ای تأثیرش اینه که ایشون میان جلوی صحنه و جلوتر از احمدی نژاد قرار میگیرن و این به اون تفسیری دامن میزنه که معتقده که آقای خامنه ای بعد از 20 سال که در سایه آقای خمینی زندگی کردن، الان فکر کردن شرایطی هست که میتونن از زیر سایه ایشون بیرون بیان و خودشون به عنوان رهبر قدر قدرت موجود جامعه ما حرفاشون رو بزنن. اما این به نظر من فرع قضیه است، یعنی یکی از فرعیات قضیه است. حرفای آقای اژه‌ای و خصوصا که اون قسمتی که به دشمنان اشاره کردن ادامه یک کودتای خزنده 30 ساله است. من خیلی سریع به یاد خانه بینندگان عزیز میارم، اگر توجه جوونا که احتمالاً یادش نیست و بقیه، هنوز انقلاب تازه پیروز شده بود که آیت الله عظمی شریعت مداری به جرم کودتا خانه نشین و شد ایشون تلویزیون آوردن و ماجرایی که بعد بر این مرجع عالی قدر شیعه رفت. بعد از اون همین جوری که شما میایید جلو میبینید که تمام تقریبا تمام گروه های چپ و راست ملی و غیره تمام جریانات سیاسی ایران رو به اسم کودتا سرکوب کردن. من یک تجربه شخصی خودم دارم، در 17 بهمن 61 که دستگیر شدم به همراه یک گروه سیاسی که اون زمان همکاری میکردم و بهش اعتقاد داشتم، من خبرنگار 30 سالم بود، خبرنگار ساده اون روزنامه بودم. بعد از دستگیری 3 ماه تمام از 17 بهمن تا اردیبهشت سال بعد همه ما رو که دستگیر شده بودیم زیر شدیدترین شکنجه ها قرار دادن. بازجوی من آقای به اسم مصار حمید بودن که ایشون بعدن سفیر ایران در
تاجیکستان شدن و الان نمیدونم کجا هستن. با اصرار تمام از همون روز اول بازجویی از من میخواستن که به کودتا اعتراف کنم و سرانجام زیر فشار وحشتناک 3 ماه کودتای شکنجه شبانه روزی من اعتراف کردم که من کودتاچی هستم، در که یه خبرنگاری یک روزنامه چطوری میتونه کودتا بشه. و بعد معلوم شد که این سیستم رو در مورد همه پیاده کردن و از همه اعتراف به کودتا گرفتن. حاصلش این بود که تقریبا ده زیرو زیادی رو بعدن از بین بردن به خاطر اینکه اینها کودتاچی بودن. این سیستم در تقریبا تمام گروه‌ها جریانات ادامه انجام شده. پرده آخرش و این روزها و این ماها در چیز هستیم که به نظر من با اتفاقاتی که امروز افتاد ما داریم وارد پرده آخر کودتایی میشیم که بعد از 22 خرداد انجام شد. ماجرا از این قراره که قبل از این انتخابات روزنامه کیهان که ارگان مرکزی کودتاگرانه به صراحت نوشت که قرار اصلاح طلبا کودتا کنن و این کودتا با خشم مردم رو خواهد شد و سرکوب خواهد شد. حالا میبینیم مردم رأی دادن، رأی اونا رو پس گرفتن، کس دیگه رو جانشین کردن و بعد سرکوب تظاهرات مردم رو شروع کردن و بعد به نحو بی سابقه این وسایل ارتباط جمعی رو بستن که اینا همه ویژگی های یک کودتای کلاسیکه. منتها جمهوری اسلامی که از مشورت کارشناسان روسی استفاده میکنه این کودتای کلاسیکو به طور مرحله به مرحله انجام میده، نه به طور یک باره. بعد ری زیادی رو دستگیر کردن. آخرین خبرهایی که از تهران میاد اینه که دستگیر شدگان زیر شکنجه های شدید قرار دارن. خبرهای دقیقی هست که آقای تاج‌زاده و رمضان‌زاده، من این اطلاعاتو به مسئولیت شخصی خودم میگم، طبیعتاً صدای آمریکا مسئولیتی در این زمینه نداره، زیر شدیدترین شکنجه ها هستن. دیدار آخری که با آقای سعید حجران انجام شده، مردی که قبلا همین آقایون ترورش کردن و راه نمیتونه بره و برای انجام نیازهای شخصی خودش هم احتیاج به فرد دومی رو داره، در تمام طول ملاقات ایشون میگریسته، از پشت شیشه یک کلمه نمیگفته. و اطلاعات دیگه‌ای که میاد نشون میده که در حال حاضر پروسه اعترافگیری و توافسازی در جریانه و این معمولا زیر فشار اون موقع شکنجه های فیزیکی بود، الان شکنجه های سفید جانشین شده. معمولا این پروسه روسی جواب میده، همونطوری که در زمان استالین هم جواب داد، در آرژانتین هم جواب داد، در جمهوری اسلامی هم بارها و بارها جواب داده. شما نگاه کنید از آیت الله عظما شریعت مداری تا بنده یک خبرنگار معمول، همه مأمور دشمن خب مجبور شدیم اعتراف کنیم. در زمانی که شوروی بود مأمور شوروی و آمریکا بودیم و اسرائیل، و الان که شوروی رفته و کاگبه بازسازی شده امور امنیتی ایران به عهده گرفته، مأمور جاسوسا دشمن هستیم. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل و انگلیس. خب اینها انجام میشه. اگر کیهان تهران رو بخونید تقریبا من خیلی سریع الان حرفمو تموم میکنم، ببخشید آقای چاوی، این مرحله که تموم بشه و امروز مرحله بعدی کلید زده شده. شما نگاه کنید هیئتی رو که برای بررسی به وضع زندانیان انتخاب کردن، آقای دوری نجف آبادی هستند که ایشون از عاملین قتل‌های زنجیری هستند، آقای ابراهیم رئیسی و مصطفی پور محمدی هستند که از قضات دادگاه مرگ تابستان 1367 بودن که از جمله بنده هم در اون دادگاه رفتم، و بعد هم آقای سعید مرتضوی که برای همه شناخته است. خب معلومه که این 4 نفر به اضافه البته نفر پنجمی که من ایشونو نمی‌شناسم بخوان رسیدگی کنن به زندانیا، چه سرنوشتی در اختیار اینا خواهد بود؟ این سرنوشت عبارت خواهد بود از آوردن تلویزیون، اعتراف گیری و بعد احتمالاً اعدام عده‌ای. و اگر همه اینها متوجه اینه که آقای موسوی و آقای کروبی از مقاومت دست بردارن، اگر دست بردارن من هیچ بعید نمی‌دونم که آقای موسوی رو هم بیارن تلویزیون و یا حتی اعدامش کنن. مگه آقای موسوی با از آقای منتظری بالاتره؟ مگه ایشون از آیت الله شهیدمداری بالاتره؟ من به نظر من کودتا وارد مرحله آخرش شده و این مرحله آخر قتل عام و اینه که هدف این قتل عام اینه که یأس رو در بین مردم بپراکنن و جنبش رو شکست بدن.